قطعه ای رو که شنیدین زمان از دست رفته نام داره، کاری از داریوش شیروانی. سلام داریم به شما آقای شیروانی، سپاسگزار از این که وقت به ما دادین و به رادیو پیام خوش آمد. درود بر شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که به من فرصت دادید با هم گفتگویی داشته باشم. خواهش میکنم آقای شیروانی. برای کسایی که شما رو به طور کامل نمیشناسن، به هر حال شما به عنوان سینماگر و موسیقیدان شهرت دارین، ولی دوست داشتم اگر امکان داره از زبان خودتون یک بیوگرافی بگیریم که حداقل شنوندگان بیشتر با شما آشنا بشن. من داریوش شیروانی، متولد 1341 در شهر شیراز هستم. فعالیت هنری رو با نقاشی از سن قبل از مدرسه شروع کردم، بعدش فعالیت موسیقی و سینما رو تقریبا با هم در 14 سالگی شروع کردم. من موسیقی رو در مدرسه موسیقی باربد در شیراز یاد گرفتم، آموزش‌های ابتدایی و تا حد متوسطه، و بعدش به آلمان که اومدم یه مقدار اینجا به صورت آتودیدکت ادامه دادم و در کنسرواتوریوم شهر آکسفورد هم با ساز ویالون و ارکستراسیون نیمه‌دار ادامه تحصیل دادم، ولی در کل بیشتر خود فرا آموخته هستم در زمینه موسیقی. و در سینما هم با 14 سال دیگه تقریبا اولین فیلم سوپر 8 رو ساختم. تا خود انقلاب با فیلم های سوپر 8 کار کردم و بعد از اون یه خود فعالیت جدیدتر رو به صورت حرفه‌ای‌تر که متاسفانه کارام اکثرا زیر سانسور گیر کرده بود و یا نمیتونستیم تموم کنیم یا اصلا نمیتونستیم نمایش بدیم. البته من تو بخش حرفه‌ای فیلم فارسی هیچ وقت کار نکردم و کارامون بیشتر در اون حد چیز خودمون بود، با گروه تئاتر و سینمای شهر شیراز کار میکردیم. تقریبا تو ایران من 6 تا فیلم ساختم، میگم همون حد یا تمام نشده یا اینکه گرفتار شده، تا سال 1985 که بعدش مجبور شدم از ایران فرار کنم و به آلمان رسیدم. در آلمان هم فعالیت هنری رو ادامه دادم، تا که گفتم موسیقی رو در کنسرواتوریوم شهر آکسفورد ادامه دادم و کار سینمایی رو تا الان 5 تا فیلم سینمایی تونستم بسازم توی آلمان و فعالیت موسیقی تا الان 3 تا آلبوم بیرون اومده. این آهنگی که شما پخش کردید از همین کار آلبوم آخر هست به نام از نور تا عشق. و فعالیت دیگه موسیقی ساختم برای کارهای تئاتر، برگزاری کنسرت در سطح اروپا، کمابیش آموزش و ویالون و سنتوری من داشتم، ولی خب بیشتر توی فعالیت موسیقی من تا همون رو بشت کار آهنگسازی هست. بله، متشکر از توضیحتون. شما جایزه هم گرفتین برای کار موسیقی، 2 تا جایزه هم از قرار گرفتین و کاراتون خیلی مورد توجه قرار گرفته. میتونی راجع به اونم صحبت بکنی؟ بله، من آدمی نیستم که جایزه به عنوان افتخار بشم نگاه کنم به جایزه‌ای که بهم دادن. من 3 تا جایزه گرفتم که هیچ وقتم مایل نبودم از اینا به صورت رسمی اسم ببرم، ولی چون که واقعا من ارزش هنرمندی کم یا بیشتر نمی‌کنه و متأسفانه بیشتر جایزه هم یه جورایی با ضوابطی داره که اون چیز فکر آزادی که من دارم اصلا نمیخوره، ولی خب من یه بار به عنوان بهترین ویالون زن انتخاب شدم همون سال اولی که تو آلمان اومده بودم، یک بار من به عنوان بهترین هنرمند سال در سال 2002 انتخاب کردم و یک بارم به عنوان بهترین آهنگساز سال 1999 و جایزه از طرف شهر مونیخ بود و دانشگاه آکسفورد. بله، متشکرم.
صحبت کردید، گفتید کاراتون زیر سانسور بوده، الان هم اشاره داشتید به فکر آزاد. این فکر آزاد میتونید به طور خلاصه توضیح بدین که چه هستش که کاراتون رو به زیر تیغ سانسور میبره؟ خب این فکر آزاد بعد من یکی از پایه‌های اصلی کار هر هنرمندی هست که فکرش آزاد باشه و طبق ضابطه یا قانونایی که از برش نوشته شدن کار نکنه. من در اصل اون چیزی که میبینم مشاهده میکنم رو تاثیر میذاره، 100% اون تاثیر میذاره، مخصوصا رو هم کار سینما و هم کار موسیقی. البته کار سینما چیزی مستقیمی هست، به صورت برخورد مستقیم با جامعه هست و به صورت مستقیم آدم میتونه اینو به تصویر درش بیاره. در کار موسیقی بیشتر کار روحی هست، اون چیزی که شما میبینید باعث به صورت موسیقی نشونش بدید یا اون چیزی که شما برداشت کردید تحت تاثیرش قرار گرفتید به صورت موسیقی بخواد اینو نشون بده، یه خورده دشوارتر میکنه قضیه رو. ولی من سعی نکردم طبق هیچ رابطه ای قانونایی که مثلا قانون جمهوری اسلامی بود یا حتی اینجا در کشور آلمان هم خود بخاطر ضوابطه و قانون خودشون دارن، سعی نکردم اول به قانون اونا نگاه کنم و بعدش بخوام کار بکنم، بلکه اون چیزی که مشاهده کردم و فکر کردم مهمه این باعثی گفته بشه، بیشتر توجه و انرژی رو اون گذاشتم، اون چیزی که باعثی گفته بشه از نگاه و دید خودم که امیدوارم که آزاد بوده باشه از هر ضابطه هایی که عرض کردم. اینه که خب کلن کار ماها رو دشوار میکنه، کسانی که اینطوری کار میکنن بر اساس اون چیزی که فکر میکنن مهمه و باعثی گفته بشه کار میکنن، خب معلومه که اینا کارشون دشوارتره. کسانی هست که مثلا بهشون میگن شما این کار بکن این کار بکن، اینه که کار ما اینطوری هست. حالا من همینطوری اسمش هنرمند آزاد گذاشتم، نمیدونم چه تعبیر دیگه میشه کرد، مثلا انگلیسیش میشه independent artist یا independent نامگذاری صحیح هم هست. آقای شیروانی، بحث های زیادی هست که خیلی ها از کسایی که به هر حال اسمشون رو هنرمند میگذارن رو واقعا در حد ارزشیابی کارها نیستیم، ولی معتقدن که هنرمند نباید وارد عرصه سیاست بشه و اصلا کاری به سیاست نداره، کاری به حکومت ها نداره، کارش فقط این که یک موسیقی رو تولید بکنه. تا حدودی که شما الان به اون استخونبندی که اعتقاد دارین این شاید نخونه، آیا شما هم به همین اعتقاد دارین که هنرمند کارش فقط تولید هنر هستش و نباید به خیلی مسائل پیرامونش توجه خاصی بکنه؟ نه، من به این تئوری اصلا اعتقادی ندارم. بقیده من این که میگن کار هنری نبایستی سیاسی باشه، این خودش یک نوع سیاست گذاری است، یک نوع سیاست بازی است و اگه بخوام خیلی رک بگم یک نوع عوام فریبی هست در این حرف. چون که شما وقتی شما میگن این کار سیاسی نکنید یعنی که مزاحم کسی نشید، در اصلا چیز دیگه در این حرف پنهان نشده. شما مثلا نمیدونم هیچ کاری غیر سیاسی تا حالا ندیدم نشنیدم، نمیدونم اگه کسی هست میخواد اینو بگه نشون بده میتونه بیاره نشون بده. من هنوز هیچ کاری رو غیر سیاسی ندیدم، حتی چی میگن خونسردترین کارها هم یک نوع سیاستی در پشتشون هست. و گفتم مثلا وقتی به من میگن من که یک ایرانی هستم از یه جامعه میام که توش پر از ظلم و خفقان و فشار هست، وقتی من میگن شما سیاسی حرف نزن یعنی منظورشون اینه که من به این ظلم و خفقان و اعدام ها و کشتار ها و زندانی ها که میشه هیچ حرف نزن، غیر از این هیچ حرف چیز نیست و این خودش یک نوع سیاسی، یک نوع کار سیاسی هست. بله، بله. در ابتدا ما از آلبوم از نور به عشق شما از زمان از دست رفته رو پخش کردیم که کاری بود با ویولون. اجازه بدید یک قطعه ای از پرنده شب رو هم پخش بکنیم و بعد برگردیم به نامه. Thank you.
بله، این هم کار دیگه ای بود از شما، از به نام پرنده شب، از آلبوم از نور به عشق. چرا از نور به عشق؟ کدوم نور رو شما دیدید که به عشق رسیدید؟ خب اینو در آثار عرفانی ایران زیاد گفته شده و شنیده شده، از نور تا عشق. بقیده من نور اون چیزی هست که در قلب هر انسانی هستش و به قول معروف یک چراغ‌قوه حداقل آدم درون خودش داره، و عشق هم باز درون هر شخصی هست. باعث خود آدم بتونه این نور و اون چراغ‌قوه رو پیداش کنه و روی قلبش بتابونه تا عشق رو ببینه. این آلبوم از نور تا عشق 14 تا آهنگ، مجموعه هست از 14 تا آهنگ که من اولین آهنگشو یه کاری از سنتور ارکستر نوشته به نام عشاق، این آهنگ من واقعا در سن 18 سالگی ساختم. آخرین آهنگش هم همون هول و هوش موقع ضبط این آلبوم که 2 سال پیش بود ساخته شد. یعنی یه چیزی فکر کنم نزدیک به 30 سال تجربه کارای این فرم من هست که تو این آلبوم جمع آوری شده. یک منتخبی هستن از خب طبیعی که من خیلی بیشتر آهنگ ساختم، ولی یک منتخبی از این 30 سال کار اینجا جمع کردم و تو هر کدومش یک نوع از تجربه فردی شخصی خودم رو سعی کردم بیان کنم به زبان موسیقی. چه تغییری رو در داریوش دیدی طی این 30 سال؟ آیا از این نور که به هر حال به عشق رسیدید چه چیزی بیشتر متولور شده در این داریوش؟ من فکر کنم از این یک دوست عزیزم یک نقد روی آهنگای من نشه روی همین آلبوم نشه که سخت نمیشه از نظر سنی آهنگا رو تفکیک کرد اصلا دیگه، و من بعدش خودم قبلش اصلا متوجه این کار نبودم و بعدش دوباره این نقدشونه که خوندم باز دوباره رفتم رو کارم بیرم واقعا اینطوری هست یا نیست، دیدم واقعا سخته، برای خود منم سخته. من خب طبیعی خیلی روش کردم از نظر خوشبختانه روش کردم از نظر فکری و روحی تو این از 18 سالگی تا الان که در خدمت شما هستم. یک نوع جهان بینی هست بقیده من که درون من روشن و روشن‌تر شده، و عشق به انسانیت برای من بیشتر چی میگن جلوش برای من روشن‌تر و بیشتر شده. برای همین هم گفتم از نور تا عشق، این در از عشق به انسانیت هست، عشق به خوب بودن انسان ها هست، و عشق به سوی یک نوع جامعه‌ای که در اون رهایی باشه و ظلم ستمی نباشه. این درون من همچنان رشد کرده و امیدوارم که ادامه داشته باشه، چون راه خیلی قشنگ بوده، اگرچه خیلی سخت و تلخ، ولی تا الان خیلی هم برای من قشنگ بوده، چون که مراحلی طی کردم به جایی رسیدم که متوجه شدم که چقدر خوبه آدم در این راه باشه. اصلا حالا هرچند میگم که خیلی راه سخت و پر مشقت و تلخ باشه. اشاره به این مشقت راه کردین، الان در ایران هم در داخل هم ما میبینیم که موسیقی شکل دیگه ای رو داره، مسیر دیگه ای رو داره طی میکنه. موسیقی های زیرزمینی زیادی حالا شکل گرفتن، بعد هم کسایی که به خارج از کشور اومدن حالا مثل شما یا هنرمندای دیگه ای، شاید مثلا بشه نام آقای نجفی یا کسای دیگه ای که برها سعی کردن مسیر دیگه ای رو رقم بزنن، به اعتقاد شما موسیقی به کجا داره میره؟ آیا ما شاهد یک تحولی در موسیقی ایران خواهیم بود، یا اینکه به همون روال سنتی و پاپی که در گذشته بود به همون شکل داره ادامه پیدا میکنه؟ موسیقی درون ایرانم من نمیتونم کاملا بگم که میشناسم، چون که خیلی از چیزهای واقعا به دستم نمیرسه، یا اون چیزی که شما گفتی موسیقی زیرزمینی خب خیلی به سختی میتونستم دنبال بکنم، ولی تو اونجایی که در توانم بوده و تو اونجایی که این رسانه‌های عمومی اجازه دادن من بتونم
این نوع موسیقی تعقیب بکنم، حقیقتش و باید بگم متاسفانه کمتر رشدی رو تونستم مشاهده کنم. موسیقی ایرانی بقیه من بعد از انقلاب رشدش در مثلا فوقش همنوازی بوده، مثلا همین چیزی دیگه ما نداشتیم. ما هنوز نمیتونیم بگیم که مثلا یک آهنگساز بزرگ تونستیم از تو این طول 34-5 سالی که انقلاب شده از خطه معرفی کنیم. موسیقی ایران ایرانی متاسفانه تو خط سنتیش خیلی دور زده و بقید من به این نوع بن‌بست رسیده، هیچ نوع پیشرفتی رو من ندیدم. ممکنه مثلا گاهی یکی دوتا نوازنده زبل آدم این ور اونور شنیده باشه یا دیده باشه، ولی خب موسیقی در چیز خودش، در چهره خودش بقید من شخصیت بزرگی رو تا الان نتونسته بر از انقلاب معرفی کنه. در موسیقی پاپ هم من حقیقتش غیر از تکرار مکررات چیزی دیگری ندیدم. حالا ممکنه برای جامعه ایران که اصلا موسیقی توش مدتی حرام بود، من مثلا خودم یک بار تو ایران فقط به خاطر داشتن یک ساز ویالون در ماشینم دستگیر شدم، ممکنه الان مثلا این تحولات به عنوان یک نوع پیشرفت ببینم، ولی من این تحولات به عنوان یک پیشرفت کیفی بهش نگاه نمی کنم. از نظر کمی بله، شاید مثلا الان ما خیلی نوازنده داریم، خودش خیلی خوبه، یک رشدی هست، ولی یا خواننده خیلی زیاد شدن، ولی پیشرفت کیفی من ندیدم. حالا ممکنه باشن و من نشناسم، نمیخوام اینجا الان به صورت مطلق چیزی رو گفته باشم، ولی اون چیزی که من تونستم تعقیب بکنم و مشاهده کنم پیشرفت کیفی آنچنانی توشون دیدی نشده، متاسفانه اینطوریه. در صورتی که تو خیلی از کشورهایی که انقلاب میشده یه تحولی میشده، هنر هم همراهش متحول میشده و به پیشرفت‌های چشمگیری میرسیدم، ولی توی ایران چون که انقلاب های کسانی که انقلاب از دست مردم ایران رو بودن، اینا خب تا الانش مخالف موسیقی بودن و هستن، کمان که هنوز که هنوزه از تلویزیون جمهوری اسلامی هنوز به صورت زنده هیچ سازی رو ما نمیبینیم که وقتی نوازنده یه سازی رو اجرا میکنه به صورت زنده ما سازشون نمیبینیم، تلویزیون اینو نشون مردم نمیده. خب این خودش نشون میده که تو چه جامعه این موسیقی هستش. و میگم الان مثلا از نظر تعداد گروه های موسیقی، تعداد نوازندگان، همنوازی، اینا رشدی داشته، ولی رشد کیفی موسیقی رو به عقیده من متفکران این هنر باعثی انجام بدن آهنگسازا هستن که من نتونستم هنوز اون آهنگساز پیدا کنم که بگم ایشون یک آهنگسازی هستن که تونسته رشدی بده، و یا اینکه میتونه مثلا این کار متحول کنی که من مثلا خودم بتونم دنبال ایشون ادامه بدم. اینو متاسفانه نشون توی بقیده من توی دایره قرار گرفته که بعضی وقتا هم یک میگم یک چهرهای در حد نوازنده آدم میبینه که مثلا این نوازنده خود زبل هست، ولی یک نوازنده زبل نمیتونه یک موسیقی رو متحول کنه. بله، اجازه بدید یک قطعه دیگه از کار شما رو پخش بکنیم و بعد برگردیم راجع به سینما با شما گفتگو کنیم. با کمال باز هم به شما خوش آمد میگیم. آخرین فیلمی که شما روی اکران بردین انسانهای سایه‌ای هستش، میتونید یک
کوتاه راجع به این کار توضیح بدید تا بعد یک گفتگوی کوتاهی هم راجع به فیلم و نظر شما رو راجع به فیلم و فیلمسازی در ایران بدید. منظور شما از داستان به صورت خلاصه کوتاه بگم یا به هر حال انگیزتون از این انسان‌های سایه‌ای چی بوده و تأثیری که آیا اون چیزی که می‌خواستین رو در اکران دیدین و عکس العمل بینندگان همونی بود که تصورشو داشتین یا اینکه فکر می‌کنید شاید بهتره مثلا کار دیگه انجام میدادید یا غیر؟ بله، انسان‌های سایه‌ای در باره یک گروهی هستن از انسان‌های بی‌خانمان، کسانی که در خیابان‌ها زندگی می‌کنن. این یک گروه است که تشکیل شده از یک پروفسور بازنشسته، یک بازیگر ایرانی که فرار کرده از ایران و اینجا پناهنده شده، یک یهودی که به کشور آلمان اومده تا ببینه کسانی که پدر مادرش رو به قتل رسوندن کیا بودن، یک نوازنده پیانو اهل چک و یه دونه یه خانم مثلا نسبتاً مسن آلمانی که ایشون هم گدایی میکنه. اینا همشون به یه صورتی در کنار هم توی خیابون زندگی میکنن. در ضمن این گروه یا اون شخص اول این گروه همون آقای پروفسور یک عشق افلاطونی با یک خانم روسپی داره که این هم باز بهانه شده که یه خورده از زندگی و احساسات این گروه از جامعه هم نشون داده بشه از در این رابطه. و هدف من نشون دادن رابطه انسان ها بدون که مادیات نقشی رو داشته باشه بوده و اینکه در این انسان های سایه‌ای یا بقیه من ترجمه بهترش اینه که به فارسی البته خیلی سخته ولی انسان‌هایی که در سایه قرار گرفتن رو خواستم نشون بدم که تو جامعه آلمان همه حدود اطلاع دارن یک جامعه بسیار پیشرفته و ثروتمندی هست ولی خب در کنار این پیشرفتگی و ثروتشون قربانیایی دارن که اینا مثل همون تفاله‌هایی که رودخونه ها از خودشون به جا میزنن در کنار رودخونه ها این ورور گیر میکنن. این قربانی ها ما در خیابون ها هر روز شاهدشون هستیم و تعدادشون هم روز به روز بیشتر میشه و توی هر زمستون های سخت کشور آلمان چند صد نفر کشته میشن چون که سخفی ندارن که زیرش قرار بگیرن و یا جای گرمی ندارن. البته جایی هستن که کمک میکنن به صورت سریعی کمک میکنن به این انسان ها ولی خب بقیه من اینا درمان این جامعه نیستن. این انستیتوها و مشکل جامعه آلمان در جای دیگه هست که اصلا باعث میشه که یک سری از انسان ها رو قربانی کنه. هر سالی که این کشور به جلو میره شما آمار اقتصادی این کشور رو نگاه کنید، هر سال از سال قبلش بیشتر شده، درآمدشون بیشتر شده، سودی از که از پول می‌دارن بیشتر شده و در کنار اون هم انسان‌های بیشتری قربانی شدن و یک فقر بسیار پنهانی در حال رشد است در این کشور آلمان که یواش یواش حتی خودشون هم دارن این برابر از این صحبت می‌کنن. ما الان در هر خانه از تعداد از هر 5 خانواده آلمانی اتفاقا اینو هم دیروز خوندم یک خانوادهش در خط کامل فقر زندگی میکنه و این تعداد خیلی زیادی هست برای این کشور ثروتمند و متاسفانه روز به روز هم بهشون اضافه میشه و تو این خانوادهایی که در فقر هستن بچه هاشون از امکانات تحصیلی بالا نه که بگیم دولت حمایتشون نمی کنه به صورت اوتوماتیکوار محروم میشن وقتی که پدر و مادر وقت نداره، انگیزه نداره، اون توانی نداره که بچهشون در مدرسه کمک کنه. اینا به صورت خیلی خودکار اتوماتیک به کلاس های پایین تری میفتن و از تحصیل در مدارس بالاتر محروم میشن.
و این خودش باز دوباره یک فقر جدیدی رو به وجود میاره. من در این فیلم انسان‌های سایه خواستم این انسان‌ها رو نشون بدم که در جامعه وجود دارن و هر کدوم از اینا یک شخصیتی برای خودشون دارن، هر کدوم از اینها یک تاریخی برای خودشون دارن و باعث به اینا به صورت انسان‌های عضوی از جامعه دید نگاه کرد و نه اینکه انسان‌هایی که پس افتادن از جامعه. و اینها در حقیقت آینه ای هستن در برابر ما که جامعه خودمون رو نشون میدن. قسمت دوم سوالتون، عکس العمل تماشاگران راجع به این فیلم خوشبختانه بسیار مثبت بود، خیلی بهتر از این چیزی که من فکر میکردم، چون بالاخره فیلم نوع کارهای ما کارهای تجاری نیست، داستانش خیلی خیلی آروم شروع میشه، حداقل نیمه اول فیلم خیلی آروم و بدون هیچ گونه هیجانی شروع میشه، فقط در حالت توضیح دادن هست، از تو فیلم داستانی هست، اون هیجانی که از هر فیلم لازم داره این از نیمه دومش این شروع میشه. ولی با وجود این فیلم در موقع برای توی سینما خیلی موفق رفت، این سینمایی که نمایش داره، البته ما خیلی نمایش خیلی محدودی داشتیم چون شرکت پخش بزرگی نداشتیم که فیلم مثلا در سطح سراسری پخش کنیم، خیلی محدود از این شهر به اون شهر هر سینمای هنری که پیدا میکردیم میتونستیم این نمایش بگیم، ولی خوشبختانه عکس العمل خیلی مثبت بوده، هنوزم گهگداری این سینما اون سینما نمایش داره و همچنین البته منتقدین فیلم آلمانی خیلی به این فیلم نگاه خوبی داشتن، نگاه مثبتی داشتن و با وجود که این یک فیلم باز یک فیلم آزاد هست، ایندیپندنت فیلم هست، یعنی ما سرمایه عجیب غریبی برای ساختن این فیلم نداشتیم و واقعا با دست خالی این فیلم رو ساختیم، تمام بازیگران فیلم از گرفتن دستمزد چشم پوشی کردن تا این فیلم ساخته بشه. با وجود که خب معلومه که نقصای این برمور هم داره دیگه، ولی با وجود این منتقدین از این فیلم فقط به نیکی یاد کردن و این خیلی برای ما خوشحال کننده بود و همچنین تماشاگران هم واقعا خیلی این فیلم مثبت نگاه کردن و هر جا که من خودم همراه این فیلم بودم بحثای خیلی گرم و داغی میگرفت که من خودم هم از این بحثا و گفتگوها میدونم که یه چیزایی یاد میگرفتم، چون بعضی تماشاگر یه چیزایی در این فیلم میدونم که خب شاید من هم موقع ندیده بودم متوجهش نبودم، ولی خب در کل ما هم کل تیم سازنده این فیلم خیلی خیلی راضی هستیم تا الان. بله تبریک به شما میگم و خسته نباشید. آشیروانی خواهش میکنم، آیا شما هم همین اعتقاد رو در رابطه با فیلم، در اعتقادتون نسبت به موسیقی در همون رابطه هم با در رابطه با فیلم هستش؟ آیا فکر میکنید که سینمای ایران بعد از انقلاب هم مثل موسیقی نتونسته رشد پیدا کنه یا نه برعکس سینمای ایران حداقل تونسته یک کارهای ارزنده ای رو بیرون بده؟ این سوال از چند جهت به راحتی نمیشه آدم بهش بپرداز و پاسخ بده. ما اولا سینمای ایران قبل از انقلاب بشه یک سینمایی بود که خودش رو شناسانده بود به هم مردم ایران و هم به مردم جهانی. ما هم قبل از انقلاب هم فیلم های ایران در جشنواره های بین‌المللی شرکت میکرد و کمابیش جایزه‌ای هم گرفته بودن، یعنی ما یک سینمای کاملا بی‌هویت نداشتیم قبل از انقلاب، هرچند که فسادی که جمهوری اسلامی از در سینما نام میبره در فیلم فارسی حاکم بود، ولی این فسادی که اینا ازش اسم میبرن همین الانش هم به قول خودشون فاسد هست. خیلی از دستندرکاران سینمای امروز جمهوری اسلامی از سینمای خودشون از سینمای جمهوری اسلامی به عنوان فاحشه‌خانه اسم میبرن، یعنی این فسادی که ما قبلا داشتیم الان تغییر چشمگیری به صورت نکرده. نمیتونیم بگیم الان ما یک سینمای کاملا پاک و تمیز چیز داریم، نداریم. سینمای جمهوری اسلامی یک سینمای کاملا مافیایی هست که در باندهای مختلف خود جمهوری اسلامی درگیری داره
و هر گروهی هم مثلا اصلاح طلب ها گروه اسکیم سازی خودشون دارن، اونا اون وری هم گروه خودشون دارن، بهنمکی این وری ها دارن، هر کدومشون با یه چندتایی کار میکنن و پرورش میدن این سیستمش. یعنی یک سیستم کاملا مافیایی هست. البته دوست و استاد عزیز من بصیر نصیری در این زمینه خیلی کار رو تحقیق کردم که پیشنهاد میکنم به تمام بینندگان و شنوندگان سری به سینمای آزاد بزنن در صفحه ایشون و تحقیقات ایشون نگاه کنن. برای من خیلی خیلی دقیق راجع به این چیزا گفته و کار شده. اما اون چیزی که من از نظر کیفی شما پرسیدید راجع به فیلم ها، کیفی رو یه چیز بعضی چیز مطلقی رو من نمیبینم. سینمای ایران خب قبل از انقلاب فیلمای رنگی ما کم میساختیم، الان کمان پیش تمام فیلم ها رنگی هست. اگه شما فکر میکنید فیلم رنگی ساختن یه چیز پیشرفت هست، خب این شاید پیشرفت، ولی باز برای من این عنوان پیشرفت حساب نمیشه. یا مثلا خب الان مثلا خیلی از فیلم ها سر صحنه صدا گذاری میشن، قبل از انقلاب صدا گذاری سر صحنه باز کمتر بوده، خیلی کمتر بوده. اینو یک نوع پیشرفت صنعتی هست. باز اون بدنه سینمای ایران، چیزایی که ما 95% مثلا تو سینمای ایران نمایش داده میشن از تولیدات جمهوری اسلامی، واقعا من کاری هستن خیلی مبتذل که میشه در کنار همون فیلم فارسی های زمان گذشته نشونش داد، کمان که مثلا خیلی بدتر از اونم شاید باشن، چون که این سینمای جمهوری اسلامی تبلیغ جنگ میکنه، تبلیغ شهید شدن میکنه، تبلیغ این نکارا میکنه که مثلا در سینمای قبل از انقلاب، من البته به هیچ وجه نمیخوام از سیستم زمانش دفاع کنم ولی میخواستم تغییرات بگم، مثلا ما اونجا کمتر باز شاهدش بودیم، تبلیغات جنگ و کشتی شدن و اینجور حرفا داده بشه. سینمای جمهوری اسلامی بعد من یک نوع به یک نوع شهرت بین‌المللی رسیده که خب البته رو این کار شده، این سیستم یک سیستمی پشت سر این قضیه بوده. فیلم ها همینطوری به صورت شانسی نیومدن خارج از کشور و به صورت شانسی جایزه بگیرن، یک دستانی در کار بودن که باز میگم اینا این ور اون ور، باز یا اینکه خودشون اقرار کردن یا اینکه کسای دیگری تونستن این دستا رو روشن بکنن. فیلمایی رو به خارج از کشور ساختن، فیلمایی رو به خارج از کشور مثلا میخوان فرستادن که این فیلم ها فقط و فقط محصولاتی بودن که برای خارج از کشور تولید شده بودن که مردم اینجا یا ایرانی ها در خارج از کشور یا اروپا یا بیشتر برقیل من هیئت داوران جشنواره فیلم ها رو ببینن، تحت تاثیر قرار بگیرن و به این فیلم ها جایزه بدن، که در اصل جایزه هست که به جمهوری اسلامی رسیده، کمان که تمام جایزه‌هایی رو که فیلم جمهوری اسلامی گرفتن در یک موزه داخلی خودشون نگهداری میکنن، اینو به عنوان افتخارات خودشون حساب میکنن. من این جایزه ها رو باز افتخاری نمیدونم و پیشرفت کیفی سینمای ایران نمیدونم. ممکنه تاریخ بعضی چیزا رو به ما ثابت بکنه که مثلا میگه این فیلم در تاریخ ایران موند یا این فیلم نموند، شاید رو بعضی چیزا قضاوتش هنوز خیلی زود باشه، ولی اون چیزی که من شاهدشم من نمیتونم بگم که مثلا از این فیلم هایی که جمهوری اسلامی ساخته ممکنه مثلا نمیدونم چند تو فیلم ساخته اینا، ولی تعدادشون خیلی زیاده، ممکنه مثلا 5 تا فیلمش به تاریخ سینمای ایران بپیونده، من اینو نمیتونم الان اینجا بگم. میگم باز اگه کسی هست این فیلم ها رو دیده میشناسه میتونه بگه مثلا این فیلم میره توی تاریخ سینما، ولی در عقیده من سینمای جمهوری اسلامی یک سینمای 100% تبلیغاتی هست، تبلیغات سیاسی جمهوری اسلامی در آن فیلم ها میشه، حتی فیلم هایی هم که اینا به خارج از کشور میفرستن و برای جشنواره ها، باز یک نوع سیاست تبلیغاتی پشت اون فیلم ها خوابیده که به صورت یه خورده پشت پرده ای به این سیاست ها میپردازن و در اصل این فیلم ها هیچ کاری دیگه نمی کنه، حتی اگر نیت سازندگانشون این نبوده، ولی در اصل فقط میخوان اون چهره کریه جمهوری اسلامی رو پاک و تمیز نشون بدن. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. گفتگو ما با آقای داریوش شیروانی سینماگر و موسیقیدان رو میشنوین. من از شما سپاسگزارم. اگر در پایان نکته‌ای هست که مایل این مطرح کنید خوشحال میشیم بشنویم.
خیلی ممنون. من سپاس فراوان از شما که این زحمت این گفتگو رو دادید کشیدید و امیدوارم که صحبت‌های من مورد استفاده قرار گرفته باشه و امیدوارم کارهای منم مورد پسند شنوندگان شما قرار بگیره و من بازم در خدمت شما هستم و اگر باز در این مورد سوالی بود، کسی اعتراضی داشت این چیزینا، من در خدمت هستم و میتونیم در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. خیلی ممنون، باز سپاس از شما. خواهش میکنم. قطعا همینطوره، ما در آینده هم با شما ارتباط خواهیم داشت و در رابطه با کارهای آیندهتون قطعا با هم گفتگو خواهیم کرد و ممنون از وقتی که ما دادید. با سپاس از شما. بدرود. رادیو پیام تنها رادیوی فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.